سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و تریبون کارگری. این بار با بهروز فراهانی هستیم. سلام بر تو بهروز جان. سلام علی جان و سلام بینندگان بسیار عزیز تلویزیون. انقلاب بهمن در سالگردش قرار داره. به قول بسیارانی در این روزها که دهه زجر نامیده میشه و نشانه آن است که یک انقلابی بزرگترین انقلاب خیابانی قرن بیستم سر بریده شد توسط آیت الله ها. در واقع پیام روشنی برای مردمان ایران نداشت. پیام انقلاب بهمن و شکستش متاسفانه بازگشت بسیاری از سنت‌های فاجعه‌بار و ویرانسازی‌های گسترده بود. انقلاب 57 با ویرانسازی‌های گسترده، اعدام‌های وحشتناک، سرکوب سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، سرکوب زنان، سرکوب کارگران و آزادی همراه بود. سربریده شدن زندگی و شادی، این مهمترین پیام انقلابیه که اسلامی خوانده شد و رهبری اون که انقلاب ایران رو و فعالان آن رو به جوخه های مرگ سپرد. اما این انقلاب با جنبش بزرگی همراه بود، جنبشی که حدوداً یک سال طول کشید. در این میانه برای پیشروی این انقلاب و پیروزیش و شکست رژیم شاهنشاهی، جنبش کارگری اصلی‌ترین نیروی نبرد و حساس‌ترین در واقع اهرم نبرد پیروزی بود. کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، یکی از روشن‌ترین پیام‌های آن انقلاب. ارزیابی شما از این در واقع اعتصابات نفت و شرکت کارگران و کارمندان و مزدبگیران در این انقلاب چه بود؟ چرا که 4 اعتصاب بزرگ نفت در مهر و آبان و پس از اون دی و بهمن کمر رژیم شاهنشاهی رو شکست. اما شکستن این کافی نبود، چرا که یک هیولای وحشتناکی از این انقلاب بیرون اومد که 4 دست انقلاب ایران رو و کشور ما رو به سوی قهقرا و نابودی برده. ارزیابی شما از این قضیه چه هست؟ ببین، ما نباید یادمون بره که از بعد از اصلاحات ارزی سال 42 ما شاهد این هستیم که روابط تولیدی سرمایه‌داری در سراسر اقتصاد ایران گسترش پیدا کرد با اون چیزی که به عنوان افهام اسمابش گفته شده. مثلا میگیم بهش میگفتیم نیمه فئودال نیمه مستعمره، ارباب و رعیتی، فئودالی، یا حتی بعضی از صاحب نظران میگفتن این نوعی از شیوه تولید آسیایی هست یا غیره. برحال آنچه که بود این بود که بر اساس مالکیت بر زمین از نوع غیر سرمایه‌داریش بود. اصلاحات ارضی مثل همه جا در کشورهای دیگه که برنامه عمومی امپریالیسم آمریکا بود که برای بازارهای جدید و تغییر نوع سلطه خودش احتیاج داشت که این ساختار تغییر بکنه و این در اصلاح طرزی در ایران در انجام عمل به خودش گرفت. یادمون نره که حتی دربار باش مخالف بود و آمریکایی ها امینی و ارسنجانی و اینها رو راه انداخته بودن، مردان خودشون رو آورده بودن و زیر پای شاه رو داشتن خالی میکردن که اون دربار به موقع متوجه میشه که چاره ای جز این ندارن. یادمون نره چرا مقاومت میکرد دربار؟ برای اینکه به لطف زمینخاری های رضاخان قلدر، رضاشاه، که 1.5 میلیون هکتار زمین رو خورده بود، یکی از بزرگترین مالک ایران دربار پهلوی بود و برای همین مقاومت میکردن در مقابل این اصلاحات. ولی وقتی که فهمیدن که نه، جهت باد عوض شده و به واقعه الان نوع سلطه امپریالیستی میخواد که از روی این مناسبات بگذره، خود شاه شد مجری در واقع این برنامه ها و اصلاح طرزی رو برده. از 42 به بعد ما شاهد ایجاد کارخانجات، کارگاه های تولیدی کوچک و بزرگ هستیم
ولی شکلی که این به خودش میگیره کاری نداریم که وابسته است، مونتاژ یا غیر است. اینا علی‌السویه است. اونجایی که کارخونه هست و نیروی کار هست، صنعت هست، این صنعت میخواد بخش آخر خط تولید باشه، میخواد بخش اول خط تولید باشه، چیزی رو عوض نمیکنه. مناسبات پول، کالا پول در سراسر ایران گسترش پیدا کرد، کارخانجات ایجاد شد، طبقه کارگر ایجاد شد، اقشار مختلف سرمایه‌داری تو ایران شکل گرفت، سرمایه مالی، سرمایه بوروکراتی که دربار در واقع بود که دست بالا رو هم داشت، رانت اون موقع رو بورژوازی بوروکرات در واقع از آن خودش میگرفت که نمایندگی سیاسیش هم دربار داشت، ولی سرمایه تجاری ما داشتیم، سرمایه صنعتی تولیدی بود، همه اینا بود، یعنی اقشار کلاسیک سرمایه رو ما در اونجا هم داشتیم و این گسترش پیدا کرد و در طول 10-15 سال اول بعد از این در واقع اصلاحات ارضی اشاعه این مناسبات تولیدی سرمایه‌داری باعث شد که وزن طبقه کارگر به طور کلی در اقتصاد جامعه ایران خیلی بالا بره، به حدی که هنوز به نسبت یک کمی، من فکر میکنم آمار دقیق الان نیست، ولی روی سرشماری های آخری که وجود داشته اگر نگاه بکنیم، مثلا آقایان سهراب بهداد و فرهاد نومانی که راجع به بر اساس سرشماری 15 سال پیش 1375 کتاب بسیار جالب و مفید رو نوشتن، کار و طبقه در ایران، ارزیابیشون اینه که سهم طبقه کارگر در سال 1355 یعنی دو سال قبل از انقلاب 40% نیروی کاره. این خیلی رقم بالایی، یعنی در بین حقوق بگیران ثابت اون دوره 40% سهم طبقه کارگری هست که بخش بزرگیش صنعتیه. و از اونجایی که این رفقای ما در تعریفشون از طبقه کارگر معلم‌ها، پرستاران اینا رو میذارن بیرون، این 40% که اینا دارن میگن در واقع عمدتاً کسانی هستن که در تولید صنعتی یا در حیطه گردش هستن. رقم بسیار بالایی. اما این رقم بالا چه در اون موقع چه در الان، من اینکه مقایسم بهتون میگم، این 40% توی 1355 توی سرشماری 1175 افت کرده به 31%. بعد از جنگ هست، هنوز بازسازی نشده و غیر این حرفا، توی سیبا الان مقداری دوباره بالاتر رفته، توی سرشماری 85 که مطرح کردن این دوباره بالا اومده و نزدیک شده به همون 40%. آمار دقیقش رو من الان در اختیار ندارم، خود اونا هم خیلی سر به اصطلاح مثلا یادداشت بهش برخورد کردن، تحقیق جدید عمومی انجام ندادن. اتفاقا خیلی هم خوبه که ما اینجا از همه فعالین چپی که در این رشته میتونن کار بکنن واقعا با دعوت کرد که ما این رو خودمون مستقلا باید انجام بدیم و این بررسی این سرشماری هایی که انجام شده و وزن طبقه کارگری میخواد جدی‌تر بهش برخورد بکنیم به لحاظ عددی. به هر حال جنبندی عمومی اینه که حقوق بگیران در ایران اکثریت قاطع هستند و در بین حقوق بگیران کارگرای صنعتی وزن بالایی رو دوباره پیدا کردن قبل از تحریم ها و بسته شدن ها. خب حالا ولی این 40% نیروی کاری که سازمان یافته سازماندهی شده بودن تو اقتصاد عمدتاً در کارگاه کوچک زیر 100 نفر، زیر 50 نفر و حتی زیر 10 نفر در واقع بود. ارزیابی عمومی در اون موقع این بود که نزدیک به 90% کارگران ایران در کارگاه کوچک و متوسط هستند. 10%شون در کارخانجات بزرگ بودن. این کارخانجات بزرگ مثل ایران ناسیونال، مثل شرکت نفت، مثل مجتمعهای صنعتی که ایجاد شده بود، صنعتی بهشهر، غیره، همه اینهایی که وجود داشتن، تراکتورسازی، مجامع صنعتی که در ایران، مجتمعهای صنعتی که در ایران ایجاد شده بود، این 10% رو توی خودشون داشتن. از این نظر یه مقداری ایران شبیه روسیه قبل از انقلاب بود که کشور یک کشوری بود که پهناور و نیمه مستعمره، نیمه امپریالیست به قول خودشون، ولی تمرکز طبقه کارگر در چند مرکز صنعتی مثل سن پترزبورگ، مثل مسکو، مثل ساراتوف، اودسا و اینجور جاها بود، شهرهای بزرگ بود و این وزن مهمی رو به طبقه کارگر داده بود. توی ایران تمرکز کارگرها با وجودی که 10%شون فقط توی کارخانه بزرگ بودن، از اونجایی که توی این مجتمعات صنعتی بودن وزن بالایی رو به خودشون اختصاص میدادن. دولت شاهنشاهی هم متوجه این مسئله بود و اتفاقا به این کارگرایی که در کارخانجات بزرگ بودن بیشتر میرسیدن، وام مسکن بهشون میدادن، حتی خانه های سازمانی درست میکردن، حق ایابزواب بهشون میدادن، مسکن میدادن، حق بچه میدادن، اولاد میدادن و غیره، و یه سری اقداماتی رو در مورد اینها میکردن که این قشر
10% طبقه کارگر به لحاظ زندگی متوسط وضعش بهتر از اونایی بود که توی کارگاه های کوچیک و غیره بودن. این تاثیر سنگینی رو توی مبارزه سیاسی در طی انقلاب گذاشت و برای همین هم است که ما ببینیم تا وقتی که جنبش های توده‌ای بزرگ اوج نمیگیرن، تا وقتی که جنبش ها با اون سرکوب خشن 17 شهریور شاه روبرو نمیشن و تا وقتی که جامعه به طور کلی سیاسی نمیشه، ما شاهد ورود کارگرهای شرکت های بزرگ در مبارزه نیستیم در انقلاب بهمن. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی جو سیاسی میشه و این مسئله که ساواک فعالین کارگری رو که اونجایی که به یه حد معین از آگاهی رسیده بودن و میخواستن حرکت بکنن پوستشون رو میکن، یعنی مجال بهشون نمیداد. زندان های ایران در کنار دانشجوها همیشه فعالین کارگری که به آگاهی سوسیالیستی رسیده بودن یا اصلا آگاهی طبقاتی رسیده بودن و درخواستی بالاتر از اون حقوق بهتر و غیر اینا رو میکردن، ساواک بهشون رحم نمیکرد، مثل یه دونه مبارز سیاسی بهشون برخورد میکرد. ولی توده این کارگرایی که اونجا بودن وقتی جامعه سیاسی شد، مبارزه سیاسی بالا رفت، شهرها دیگه دائما تظاهرات و غیره بود که به میدون اومدن و طبقه کارگر با اون وزن بزرگی که داشت که من الان رقماشو خدمتتون گفتم، وقتی وارد مبارزه شد به کلی توازن قوا رو به نفع نیروهای ضد سلطنتی تغییر داد. من مخصوصا از واژه نیروهای ضد سلطنتی استفاده کردم چون این توازن قوا تغییرش به نفع نیروهای پیشرو نشد، به نفع نیروهای لایک یا نیروهای طرفدار سوسیالیسم به هیچ وجه نگرفت، با وجود که این طبقه کارگر بود که این توازن قوا را تغییر داده بود. این به خاطر هژمونی سیاسی که خمینی و دار و دستش پیدا کرده بودن توی جنبش به حساب این نیروی سیاسی جدید ریخته شد و ما دیدیم که اون همون شعار معروف وقتی اعتصاب بزرگ صنعت کارگر و شرکت نفت میشه که گلوی در واقع رژیم شاه رو میگیرن و به زانو در میارن رژیم شاه رو، و اونجاست که واقعا همه متوجه میشن که در اقتصادیات ایران حرف اول و آخر رو کارگران صنعتی و در بین اونها کارگران شرکت نفت و مجتمعهای بزرگ میزنن. اونجا بود که اهمیت آگاهی سیاسی، اهمیت این که هژمونی جنبش دست کی باشه وقتی اینجوری کارگران به میدان میان اون هست که ازش استفاده میکنه یا نه رو ما با خودمون دیدیم. یعنی تمام اون اعتصاب عمومی عظیمی که این کارگرها کردند و کمر رژیم رو شکست به نفع خمینی شد، همونجوری که قیامی که نیروهای چپ و رادیکال انجام دادن و کمر ارتش شاه رو شکستن به نفع خمینی نشد. یعنی من اینو میگم برای یادآوری که اهمیت هژمونی سیاسی در مبارزه ضد استبدادی رو ما ببینیم که اون کسی که دست بالا رو داره، اون نیرویی که دست و بالا رو داره، اگر طبقه کارگر سازمان یافته نباشه، اگر قشر آگاه کارگری رهبری این مبارزات در دست نگرفته باشه، اون وقت بلایی که سرش میاد همون بلایی که تو انقلاب بهمن اومد. تمام اینها ریخته شد به حسابش. پس جمع بندی کنیم، به لحاظ به دلایل مختلف که من چند تاشو اینجا گفتم، طبقه کارگر در انقلاب بهمن دیرتر از همه اومد به میدان، ولی وقتی اومد توازن قوا رو برای همیشه به نفع در واقع نیروهای مخالف سلطنت تغییر داد که حالا میرسیم به این که این چه اتفاقاتی افتاد. شما به درستی به مسئله هژمونی روحانیه در انقلاب 57 اشاره کردید، انقلابی که در واقع با یه جنبش عظیمی بود که یک سال حدودا ادامه داشت، و به درستی هم گفتید که از در واقع کارگران نفت دیرتر از همه وارد شدن، از مهرما وارد شدن، صنایع بزرگ، و از مهرما وارد شدن یعنی بعد از در واقع سرکوب 17 شهریور 57 بود و چند، یعنی در واقع نزدیک یک ماه بعدش این حرکت کارگران نفت آغاز شد. اما ما شاهد بودیم که نه فقط کارگران نفت بلکه کارمندان، کارگران بسیاری از کارخانجات، همه در واقع به این حرکت انقلابی پیوسته بودند. بسیاری از روشنفکران چپ، خصوصا دانش آموزان و طیف رادیکال و در واقع سکولار جامعه که برای آزادی، برابری و آرمان‌های بزرگی وارد خیابان شده بودند وارد شدند. این چطور این توازن تغییر کرد؟ چه نقطه ضعفی این حرکت عمومی داشت که به نفع جنبش اجتماعی در واقع پیش نرفت؟ ببین
روشنه که وقتی که طبقه کارگر به حرکت میفت در میاد یا هر نیروی دیگه ای که به حرکت در میاد، اگر به لحاظ سیاسی نتونسته باشه اشکال متناسب با قدرت خودش رو ایجاد بکنه، هر چقدر آگاهی سیاسیش بالا باشد، ولی ابزار اینکه این آگاهی رو تبدیل به یک نیروی مادی بکنه و اون تشکیلاته، اگه این رو نداشته باشه، در حد یه جنبش اعتصابی بمونه، در حد یه جنبش اعتراضی باقی بمونه، حتی اگر عناصری که اون رو به سعی میکنن که هدایتش بکنن از توانایی های برخوردار باشن، از آگاهی سیاسی روشنی برخوردار باشن، آگاهی سوسیالیستی هم حتی داشته باشن، اینجا و اونجا میتونن توازن قوا رو به صورت منطقه‌ای یا موضعی در این کارخانه یا اون منطقه تغییر بدن. ولی قادر نخواهند بود بدون تشکیلات سراسری کارگری، تشکیلات سراسری سوسیالیستی، این نیرو رو به طور عمومی با خودشون داشته باشن. در انقلاب بهمن چه اتفاقی افتاد؟ در همه جا فعالین سیاسی چپ فعال بودن، در همه جا شرکت کردن. وقتی که جنبش اعتصابی کارگر شرکت نفت افتاد، در شورای شرکت نفت درست شد، چون بچه‌های طرفدار جنبش چپ، طرفدار فدایی و غیره توی اون حضور داشتن و کار میکردن، و نتیجهش هم این شد که بعد از انقلاب ما با یک جنبش بسیار بسیار جدی شورایی سندیکایی در ایران روبرو هستیم. سندیکاها رشد کردن، بازسازی شدن، شوراها وجود اومد، تشکیلات سراسری شوراها را حتی خیلی سعی کردن ببرن درست بکنن. خانه کارگر در دست فعالین چپ بود و اینها سعی میکردن که از اونجا حرکت رو به جلو ببرن، منتها فقدان دید سیاسی و فقدان کادرهای رهبری کارآزموده و با تجربه که بدونن با این جنبش کارگری چجوری باید رفتار کرد، این کمر این جنبش رو شکست. و به خصوص رفقای ما، خود ما ها حتی که اون موقع جوان بودیم، درک درستی از کار کردن تو این کارگرها رو نداشتیم. توی سازمان شریک های فدایی خلق که اون موقع بزرگترین و با فاصله بعید با بقیه سازمان ها نیروی انقلابی بود که کارگرهای جوانی که توی انقلاب شرکت کرده بودن، و یادمون نره کسانی که توی جنبش انقلابی شرکت میکنن در عرض یک ماه دو ماه آگاهی سیاسی پیدا میکنن که در حالت عادی ممکنه 10 سال طول بکشه. اینو من نمیگم، مارکس میگه، لنین میگه و اثبات شده هم است به طور مشخص برای اونایی که میخوان برن نگاه بکنن. بحث بسیار زیبایی مارکس توی 18 برومر لوی بوناپارت داره که این مسئله رو خیلی قشنگ بهش اشاره میکنه، و ما اینو به چشم دیدیم در ایران. یعنی طبقه کارگری که دیر اومد به میدان، وقتی اومد با چه صلابتی اومد و از توش چقدر فعال کارگری بیرون اومد، فعالایی که توی این جنبش چند ماهه دریایی از اطلاعات و آگاهی طبقاتی پیدا کرده بودن، منتها زیر هژمونی روحانیت به رهبری خمینی و در نبودن جنبش رهبری به خصوص در سازمان شریکای فدایی خلق که گیج و کاملا در واقع خل اصطلاح بودن در مورد دولتی که اومده بود، از همون موقع نفوذ تفکرات توده‌ای رو ما توشون میتونستیم ببینیم. آدمای مثل فراق نگهدار و غیره از کره مارس نیومد، مریخ که نیومدن، که همونجا بودن و در واقع داشتن کار میکردن، اینا تفکرشون کاملا اون طرفی بود. من اصلا نمیخوام بگم نفوذی بودن یا فلان بودن، اینا اصلا من این نیست، میخوام بگم به هر حال اونجا رهبری سیاسی که میتونست نقش بازی بکنه و میتونست این سازمان رو به جلو ببره، اصلا نه میدونست چیکار باید بکنه، نه میخواست این کار رو بکنه. نتیجه این بود که ما خودمون شاهد اینیش بودیم در ستاد فدایی ها توی خیابان فدایی، میکده سابق بکردونش فدایی، کارگرهایی رو که میومدن کسی نبود یه رو سازماندهی بکنه، اسم آدرسشون رو میگرفتن میگفتن ما بعدا با تون تماس میگیریم. یه سری تماس هایی بعدا گرفته شد و یه سری سازماندهی های هم شد، منتها چپ انقلابی ما اون موقع از بیماری مزمن فرقه‌گرایی رنج میبرد و ما توی سازماندهی مبارزات کارگری به جای اینکه بریم طرف جبهه واحد کارگری، به جای اینکه اراده عمومی کارگرها رو با هم دیگه جمع بکنیم، هر کی طرفدارای کارگرای خودش رو ایجاد کرد و اینها به جای هماهنگی در مبارزه علیه رژیم، به دو دلیل، یکی روی فرقه گرایی به درگیری‌های ایدئولوژیک به هم دیگه دست دادن، و دوم به خاطر این گرایش راستی که توی سازمان فدایی اومده بود و تحت ضربات سنگین سیاسی ایدئولوژیک حزب توده به پیش می‌رفت، مانع از اتحاد عمل کارگرها در مقابل سرمایه‌دارها و در مقابل دولت می‌شدن. برای قبل از اون، این قبل از اون ما نگاه کنیم، شما می‌گین که دوری بود که مردم می‌گفتن که کارگر نفت با رهبر سرسخت ما، و این انقلاب رو در واقع اونها ضربه قطعی رو زدن به اصطلاح ارتش شاهنشاهی و نظام شاهنشاهی و واقعا فرو ریخت. ولی
توی همون زمینه در این حال که بود میبینیم که رفسنجانی و بازرگان رفتن و در واقع پیامشون دادن که شیرهای نفت رو باز کنید و باز کردن. ولی بعد از اون باز ما با توجه به فرار بسیاری از کارخانه داران و چیزهای به اصطلاح باندی که هزار فامیلی که بود همچنان اعتصابات اینها ادامه داشت و ما شاهد شورهای کنترل کارگری بودیم در بسیاری از جاها. به قول میگه که روزی این صحابی داره صحبت میکنه، عزت الله صحابی که رئیس کمیسیون اقتصادی امور مالی شورای انقلاب بوده، میگه شورای انقلاب به مثابه یک ستاد جنگ عمل میکرد که بتونه به اصطلاح شورای حفاظت صنایع رو وجود بیاره. درسته. اون روز مرتب میگه داشت صحبت میکرد با بهمن احمدی، میگه که چند تلفن رو میز بود که مرتبا زنگ میخورد میگه بابا شورش های کارگری گروگاندیری مدیران و هیئت مدیره است توی تهران و اطرافش، یه کاری بکنی. میگه که توی سال 58 اینا یک دفعه اومدن شورای انقلاب یه چیزی به نام لایحه مدیریت نوشت. این لایحه مدیریت این بود که قدرت رو از شوراهای کارگری بگیره. وقتی این گرفت که این اساسا این لایحه برای اداره کارخانه های خصوصی و مسئله دار بود به دولت، ظاهرا پروژه اصلا دولتی شدن در پیش میرفت، ولی عمیقا اینها همه این صنایع به بنیادهای تحت رهبری روحانیت، بنیاد مستضعفان، بنیاد جانبازان، بنیاد شهید و امثال هم در واقع بنیاد رضوی، اونها یک دفعه همه این بنیادهایی که توسط روحانیت اداره میشدن اینا اومدن صاحب شدن همین نهادهایی که الان میشه به عنوان یک نهادهای بزرگ مالی توی کشور ما عمل میکنن. خود این در واقع لایحه مدیریت سه تا اتفاق رو به وجود آورد. یکی این که کمونیست ها رو از کارگر خانه کارگر اینا بیرون کنن، شوراهای محلی رو و شوراهایی که در واقع بود رو کنترل کارگری رو وردارن به جا شوراهای اسلامی بذارن که بتونه قضیه رو کنترل کنه. و به قول چیز میگفت که بنی صدر اومد گفت که بابا شورا پولا مالیده جانم برو کار کن، و اون در واقع قضیه تا حد زیادی میشه گفت که رفت تا حتی این مبارزه سیاسی علارغم سرکوب های سیاسی که بود تا مهر ماه هم طول کشید که اگه یادت باشه مثلا توکلی اومد اون قانون کار اسلامیش رو ارائه داد که حتی لفظ کارگر رو هم به کار می برد. و این روند شما از انشقاق جنبش کارگری، از عدم پیوند داشتنش، نبود تشکل سراسریش و نفوذ روحانیت و نیروهاش و تعرضی که به اصطلاح این لایحه مدیریت کرده بود، اینو چطور میشه در واقع به مساوی چیزی جمع‌بندی کرد که آدم نگاهی بعد از 42 سال به اون تجربه بکنه؟ ببین اتفاق اصلی که افتاد این بود که وقتی جنبش طبقه کارگر وارد مبارزه سیاسی شد و رفت به طرف اون اعتصابات عمومی، در همه جا کمیته اعتصاب شکل گرفت. در بخش بزرگی از این کمیته اعتصاب چپی ها فعال بودن، کمونیست ها، چپ های رادیکال، اینا توی این فعال بودن و به محض اینکه این جنبش را افتاد رهبری این اعتصابات رو به دست گرفتن. این یک واقعیت. وقتی که قیام شد و جمهوری نظام سلطنتی شکست، بیشتر این کمیته اعتصاب تبدیل به شوراهای کارخانه و ادارات شد. به خصوص در شرکت نفت اینها بلافاصله یک شورای بزرگ ایجاد کردند. در بخش‌های مختلف شوراها تشکیل شدند، هماهنگی بین خودشون ایجاد کردند و کارا رو دست گرفتن. و این جنبش‌های شورایی که اون موقع شکل گرفته بود تا اوایل سال 59 حتی ادامه پیدا کرد. یعنی 58 سال تشکیل این شوراها، تبدیل کمیته اعتصاب به این شوراها بود و همه جا هم چپیا بودن. رژیم از اول متوجه این شده بود، رژیم جدید، و اینها از همون اول شروع کردن در واقع تصفیه کردن کمیته اعتصابی. اونجایی که چپیا بودن غیره بودن رو با انواع و اقسام هر جا هم که لازم بود به زور اینا تسخیر میکردن و این شوراها رو به تدریج شروع کردن پاکسازی کردن. یه سری مقاومت هم حتی صورت میگرفت و کارکنانی که شورا را انتخاب کرده بودند دفاع میکردن از این، ولی چون هژمونی سیاسی عمومی
با دولت جدید بود، اینها از تمام ابزار و از جمله مستی توده‌ای که وجود اومده بود، توهمی که بخش بزرگی از کارگران به خمینی داشتن که گفته بود برق مجانی، نفت مجانی، خانه مجانی، غیره و غیره، مستعفانن که کردن باید به اونها رسید و غیره، واقعا این کاریزمایی که اون موقع خمینی داشت نقش سنگینی رو ایفا کرد در توده کارگران ناآگاهی که درسته در مبارزه شرکت کرده بودند، ولی همشون که به یه سر با آگاهی طبقاتی و بعدش آگاهی سیاسی که نمیرسن. اون بخش فعالش که رهبری این کمیته اعتصاب گرفته بود، بخش بزرگی چپیا بودند، ولی وقتی اینا تبدیل شدن به شوراها با یه عقب نشینی کوچیک که دولت یه دوره کاری نکرد، بعد به قول تو اومد گفت شورا پورا مالی، که این جمله گشتونه قمار بنی صدر دیگه، شورا پورا مالی، اون با اون مقاله رگویی گستاخانه ای که اون موقع داشت، همون موقعی هم که گفت چکمه میکنم پام میرم کردستان، و موقعی هم که انقلاب فرنگی رو راه انداختن که الان یادش رفته که این کارا رو در واقع کرده، اون موقع ما شاهد تعرض رژیم به طبقه و بخش فعال طبقه کارگر هستیم، و اونجاهایی که در واقع نمیتونستن چیز بکنن این رو کاملا از آن خود بکنن، به هیچ وجه از به کار بردن زور خودداری نمی کردن. من یه نمونه رو میگیرم که از روی یادداشت میگم. آقای حسن صادقی، که حسن صادقی، علی ربیعی، علی رضا محجوب، کمالی، اینا همه کادرای کارگری فالانجی بودن که دورور بهشتی بودن، که مسئولیت پس گرفت، به قول خودشون میگن ما مسئولیت پس گرفتن رهبری جنبش کارگری اون موقع رو از چپی ها و کمونیست ها داشتیم. اینو با گستاخی هرش تمامتر میگن. این آقای حسن صادقی که الان رئیس کانونه های عالی شورای اسلامی کار سراسر کشوره، در مصاحبه با روزنامه کار و کارگر چهارشنبه 10 بهمن 1380 ایشون گفته، من نقل قول میخونم که چیز نشه، یه خود بلنده ولی خوبه که تعامل کنیم: خانه کارگر منبعث از حزب جمهوری اسلامی میباشد و در واقع ریشه در اندیشه های دکتر بهشتی دارد و زیر ساخته و بنیان آن را ایشان بنا نهادند. منظور خانه کارگر اسلامی ها، نه خانه کارگر، چون خود خانه کارگر دوره شاه ایجاد شده بود، مرکز ساواک بود. در حزب جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و آقای رفسنجانی، اینجا رو خوب توجه کنید، در حزب جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و آقای هاشمی رفسنجانی به ما توصیه کردند که بروید و شوراهای اسلامی کار را در خانه کارگر سازماندهی کنید. ما هم در آنجا حضور خواهیم داشت تا تشکلتان رسمیت پیدا کنند. تشکیلات خانه کارگر در ابتدا، این همه صحبت‌های آقای صادقی ها، در ابتدا جایگاه گروه‌های چپ، هم از فدایان اکثریت و اقلیت، چپ پیکاری، سازمان منافقین و توده‌ای‌ها بود. شوراهای اسلامی کار برای بازپسگیری خانه کارگر با درگیری‌ها و جنگ‌های خشونت‌آمیز توانست تشکیلات را از چنگ آنها رها سازد. یعنی خود ادامه هم میدیم، میگه آقایان محجوب، کمالی و ربیعی که جزء شورای اعتصاب و پس از انقلاب عضو شورای اسلامی کار شدن، از جمله کسانی محسوب میشوند که در بازپسگیری خانه کارگر از مارکسیست ها نقش عمده ایفا کردند و بنیان خانه کارگر فعلی را پیریزی کرده و به عنوان یک نهاد مدافع حقوق کارگران و وفادار به نظام فعالیت هایشان را آغاز کردند. پایان نقل قول. تمام این چیزی که من به شما گفتم، من نمیگم، خود صادقی میگه. یعنی چی؟ میگه اینا با برنامه کامل برای اسلامی کردن خانه کارگر که توسط فعالین چپ سازماندهی شده بود، سواکی ریخته بودن بیرون و در واقع اونا رو دست خودشون گرفته بودن، وارد کار میشن تحت رهبری بهشتی و رفسنجانی، و در ادامه خودشون بهشون میگن برید اینو رو تسخیر بکنید، و این خودش داره میگه، میگه رفتیم زدیم درگیری که بده که جنگ را انداختیم اونجا، سر شکستن، آدم اعدام کردن، آدم به زندان انداختن و خانه کاری رو پس گرفتن. این اتفاق در تمام مجتمعهای بزرگ صنعتی افتاد. یعنی به فاصله تقریبا یک سال، یک سال و نیم، این جنگ توازن قوایی که بین کارگرها و رژیم بود ادامه پیدا کرده بود، و همونطوری که تو گفتی، درست همون موقعی که سرکوب کارگر سازمانه چپی رادیکال شروع شده بود، اینا مسئله تصفیه کردن شوراها و نهادهای کارگری از فعالین چپ رو به نقد شروع کرده بودن، و این روی دو پای خودش جلو میرم، از یک طرف سازمانه چپ رادیکال رو میزدن، از طرف دیگه فعالین کارگری رو بیرون میکردن، و یادمون نره که این دوره از حمایت کامل اکثریتی ها و توده ای ها برخوردار شده بودن، و این کمک میکرد به اینکه این پاکسازی سریع‌تر بره
اینا کاملا فتیله‌ها رو کشیده بودن پایین و این بلایی بود که سر جنبش کارگری ما بعد از اون دور افتاد. اونجایی که به ماها مربوط میشه فرقه گرایی بود که ضربه زد. بقیه‌اش دیگه کار رژیم و متحدین رژیم که در واقع تفکر اکثریتی توده‌ای باشه است. اونجا یعنی در واقع ما دو تا چیز داریم، یعنی دو سیاست سرکوب به طور همزمان پیش رفته. در واقع حکومت در یه مثل یه چیز دو فاکتو به وجود اومد، شوراهای کارگران و شوراهای در واقع کنترل کارگری در بسیار کارخانجات، شوراها توی دانشگاه ها، شوراهای ترکمنستان، شوراهای کارمندی در ادارات دولتی، شوراهای ادارات در دولتی و خود این در واقع جریان در واقع خصوصا نفوذ چپ هایی که مثل پیکار، آرپادگر، سازمان فدایی با همه در واقع بچه های خطسته و اینا همه در مجموع دنبال شوراهای کنترل کارگری بودن، هرچند حزب توده و اینا طرفدار سندیکا بودن و این خودش بسیاری از کارخانه های بزرگ مثل ایران خودرو، کفش ملی، تولید دارو، داروپخش، پالایشگاه آبادان و خیلی از ذوب‌آهن، حتی اصفهان و کلی از این شرکت های بزرگ رو، خصوصا کارخانه هایی که بالای 600 نفر بودن رو کنترل کارگری در واقع در دست داشت. سرکوبش و سرکوب این شوراها و ممنوع شدن بسیاری از شوراها حتی در کارخانه‌ای که بالای 600 نفر بود و ایجاد یک فرماندهی مدیریتی که از طریق اون دایره مدیریت پیش رفت، موقعیت رو کاملا تغییر داد. در این حال که همون سرکوب سیاسی و خشن دولتی هم نه در تهران، در خصوصا در مناطقی مثل تکامل صحرا و چیز ادامه داشت و جنگ در واقع نقطه پایانی بر اون شوراهای کنترل کارگری گذاشت. این دوره رو اگر ما در واقع بخوایم جمع بندی کنیم چه نتیجه دیگه ای میشه گرفت؟ شما مثلا از تصرف خانه کارگر گفتی تو خرداد 58 که او حسین کمالی و علی ربیعی و اینا رضا محجوب و اینا محجوب مثلا گرفتن و در واقع به قول چیز میگه توی از خرداد اونجا نماز جمعه بود، یه از این نماز گزاران و هواداران اسلامی حکومت رفتن و خانه کارگر رو اشغال کردن و از چپ ها به اصطلاح خانه کارگر رو گرفتن، جایی که مرکز هدایت بسیاری از شوراهای کنترل کارگری اینا بود دیگه. در واقع این حرکت همینجوری ادامه داشته، این میشه گفت که تا حد زیادی ما با یه افت جنبش کارگری در دوره خصوصا جنگ روبرو بودیم و بعد ما یه تغییر ساختاری رو توی این دوره شاهدیم، خصوصا دوره بعد از دوره جنگ و پس از اون خصوصی‌سازی ها و سیاست نئولیبرال به شکل وحشتناکی کل ساختارهای تولیدی و ساختارهای اقتصادی رو مدیریتی رو اصلا تغییر داد. ما از اون دیگه از اون اقتصاد متمرکزی که دست دولت بود تا حد زیادی فاصله داریم میگیریم. یعنی شما میبینید توی مثلا پالایشگاه آبادان توی چیزهای نفتی شرکت‌های پیمانکاری گسترده وسیعی رو وارد میکنن که کارگران رو به گونه مختلفی تغییر سازماندهی بدن، برای اینکه اون شوراهای کنترل کارگری که قبلا مثل انقلاب ایجاد شد، سندیکای سراسری نتونه شکل بگیره. توی جاهای دیگه هم ما با نابودی صنایع روبرویی، ویرانسازی‌های گسترده‌ای صورت گرفت و تصرف بسیاری از این صنایع توسط روحانیون و امنیتی‌ها و مافیای حکومتی و خود اون به اصطلاح بنیاد عظیم روحانیت که توسط مثل اوقاف و مثل بنیاد رضوی و بنیادهایی که امامزاده ها رو میگردن و حوزه ها رو میگردن رو دیگه الان شاهده. اینو چطور، این تغییر اقتصادی، تغییر شیفت رو چجور میشه توضیح داد و چطور عمل میکنه در مقابل جنبش سراسری کارگری که اون انقلاب بزرگ رو سازمان داد و جنبش کارگری رو بود در جایی که بتونیم کمر رژیم رو بشکنیم؟ چند تا نکته است، ولی قبلش برای اینکه بحث مربوط به انقلاب ببندیم، تو یه یاداوری کردی بسیار درست بود و اون مسئله قانون کاری بود که احمد توکلی آورد.
توکلی سال 60 شد وزیر کار تا سال 64 وزیر کار بود. توی سال اولی که اومد مطرح کردن قانون کار معنی نداره، این رابطه کارگر و کارفرما در باب اجاره است و تو قرآن و غیره. این موقعی بود که سرکوب خشن خونین سالهای 60 شروع شده بود و بخش بزرگی از اون رهبران کمیته اعتصاب دوره شاه که این جنبش کارگری رو آورده بودن و انقلاب پیروزی رسیده بودن یا اعدام شده بودن یا فراری بودن یا اخراجی بودن یا در زندان بودن. یعنی به هر حال تصفیه از اون ور شروع کرده و شروع گرفتن. سال 60 دیگه به خصوص 30 خرداد که پیش میاد این تصفیه‌ها با سرعت جلو میره که این اواخر 60-61 این مسئله بحثای آقای احمد توکلی میاد. ولی با وجود این که فعالین کارگری زیر ضرب هستند، شکار شدن، پرت شدن بیرون از اونجا، شورا رو پس گرفتن، خانه کارگر رو با مشت و لگد و چماق پس گرفتن که توضیح دادیم، با وجود این طبقه کارگر علیه این شورش میکنه و درست موقعی که دولت خمینی برای تثبیت خودش مشغول سنگین ترین سرکوب ها و اعدام ها و اینها هست در ترکمن صحرا، در کردستان و غیره و با سازمان های چپ و این گرایش به راست وحشتناک سازمان فداییان با اکثریت هم شروع شده و داره به اوج خودش میرسه، بدنه طبقه کارگر اعتراض میکنه علیه این. تنها عقب نشینی خمینی قبل از شروع جنگ سر همین قانون کاره که این قانون اجاره رو پس میگیرن و قانون کار فعلا بهش دست نمیزنن، شروع میکنن کار کردن که بحث اصلاحش تا امروز ادامه داره. یعنی میخوام بگم نیروی کارگری با وجودی که سرش رو زده بودن، با وجودی که فعالین کارگری چپ رو بیرون انداخته بودن، باز به لحاظ غریزی و به لحاظ اون آگاهی که پیدا کرده در مجموع خودش تو حوزه طبقاتیش واکنش نشون میده و میاد. اما بعد از جنگ که صحبت تو هست بس به کلی فرق میکنه. بعد از جنگ ما مسئله بازسازی اقتصاد رو داریم و با خودش بازسازی نیروی کار رو میاره و اون بحث های سیاست های نئولیبرالی که از دوره آقای در واقع رفسنجانی شروع میشه، همون نسخه های که همه جا تو آمریکای لاتین، توی تونس، توی مصر، همه جا اینا پیاده کردن، در اینجا هم در واقع پیاده میشه علی رغم تمام شعارهایی که میدن. و ما میبینیم که این ساخت و بافت همه اینها تغییر میکنه و ما وارد یک فاز جدیدی از مبارزات کارگری میشیم که برعکس دوره شاه که طبقه کارگر آخرین طبقه‌ای که بود که به میدان اومد، زیر ضربات این تعدیل اقتصادی، اخراج‌ها، بستن‌های واحدهای تولیدی، خصوصی کردن‌ها و غیره که از همونجا شروع میشه، در دوره رفسنجانی، خاتمی، محمود احمدی نژاد و روحانی تماما ادامه پیدا میکنه، ما شاهد این هستیم که طبقه کارگر برای دفاع از دستاوردهای خودش، سطح زندگی خودش، پرداخت حقوقش و غیره به میدون میاد. ما الان بیش از 10 ساله که با یک جنبش روبه رشد کارگری روبرو هستیم. این بزرگترین تفاوت با دوره شاه است. یعنی ما اینجا طبقه کارگر رو در جنبش مطالباتی خودش هر روز و هر سال داریم میبینیم که در مقابل این رژیم ایستادگی میکنه، به جلو میاد. برای همین هم است که چندین نسل از فعالین کارگری رو ما اینجا شاهدش هستیم. بازسازی با افتتاح مجدد سندیکای شرکت واحد، مسئله هفت‌تپه که مبارزه درخشانش از سال 84 تا الان اینا در مبارزه و این اصلا ربطی دیگه به اون دوران شاه نداره. وزن طبقه کارگر در مبارزه ضد رژیم الان درسته که مطالباتیه، ولی درجه بالایی از عناصر سیاسی درش وارد شده که الان هم با مطرح شدن شعار اداره شورایی که مثلا نمیگم این عمومیت داره، ولی این نشون دهنده این است که پتانسیلش درش وجود داره و در مجتمع بزرگ مثل هفت‌تپه برد پیدا میکنه و مطرح میشه. فقط هم اونجا مطرح نشده، تو هپو هم مطرح شده، همه اون جایی که مسئله لغو خصوصی سازی مطرح شده این با خودش اومده. یعنی نظارت کارگری، کنترل کارگری، این مفاهیم همه اومده. دنیایی که ما الان تو زندگی میکنیم، وضعیت طبقه کارگر، به هیچ وجه ربطی به دوران قبل از شاه نداره. دوران شاه نداره، قبل از انقلاب طبقه کارگر نیروی سیاسی، نیروی اجتماعی سراسری هست که در تمام شهرهای بزرگ، در تمام مجتمع‌های صنعتی الان در مقابل رژیم ایستاده، در دفاع از دستاوردهای خودش، در با شعار عمومی که با خودشون دارن، حق تشکل مستقل، حق اعتصاب. در کشوری که اعتصاب ممنوعه روزی 3 تا 4 تا اعتصاب کارگری اتفاق میفته. یعنی این نشون میده که وزن طبقه کارگر این بار در تحولات عادی به مراتب فرق میکنه با دوره پیش و در نتیجه دست فعالین سوسیالیست، فعالین کمونیست و انقلابی بسیار بازتر هست برای اینکه توی این دریایی از اعتصابات که هست ریشه بدونن، آماده بکنن این رو و اجازه ندن که مثل دفعه پیش حرکت سراسری اینها به نام این یا اون
که گروه دیگه ریخته بشه. و برای همین هم است که میبینیم الان از رضا پهلوی، مریم رجوی تا دیگه هر کی که شما فکرشو بکنید تا اصلاح طلبای حکومتی، همه دارن نوازش میکنن طبقه کارگر و غیره. یه دوره ای ما با دفاع میکردیم از این که نیروی اصلی انقلاب تو ایران طبقه کارگر، به ما میگن تمام شد. طبقه کارگر دیگه کجاست؟ اصلا کو؟ کجا هستن؟ اخشار میانی هستن که همه کار میکنن. جنبش سبزم اومد دیگه گفتن اصلا تمام فتوحات ایران رو در واقع فقط اخشار معین متوسط دارن میکنن، تئوری بافی کردن، جعل تاریخ کردن و دستاوردهای طبقه کارگر و فعالین کارگری رو زیر سوال بردن. ولی الان کو کجاست؟ الان همه دنبال این هستن که طبقه کارگر رو با خودشون داشته باشن و این مسئله بهترین فرصت تاریخ معاصر ایران رو از سال از شوراهای متحده کارگری دهه 20 به این طرف در اختیار جنبش سوسیالیستی فعالین کارگری سوسیالیست قرار داده که ما باید از این استفاده بکنیم و این نیرو رو جوری سازماندهی بکنیم که در واقع هیچ کس نتونه مثل انقلاب قبل از این رو دستبرد بهش بزنه و اون از آن خودش بکنه. هرگز شرایط به این مناسبی نبوده و این بزرگترین تفاوت ما هست با دوران قبل از انقلاب. شما در واقع جنبندی میخواستم بگم، یک جنبندی که میشه گفت و درسی که گرفت رو در واقع توی پاسخی که دادید و در واقع جنبندی کردید. بی‌تربیتی کردم در واقع. نه جنبندی کردید و به قول چیز ما رو به یاد اون شعر مقصدی میندازی که میگفت همیشه میگفتم طلوع روشن خورشید انتظار من است و هر دریچه که بر باغ پرشکوفه باز شود سرود سبز دلنگیز روزگار من است. هلا دل عاشق، هلا دل عاشق، شکوفه خنده خورشید را دوباره ببین در ازدحام این جمعیت. و ما در ازدحام این تظاهرات ها و اعتصابات و تجمعات کارگری که خصوصا از توی این دهه آغاز شده و گر گرفته و بسیاری از جاها جنبش کارگران هفت تپه و هپکو و آگرها تا کارگران نفت تا معلمان و بازنشسته ها و پرستاران، همه جا جنبشی رو میبینیم که در واقع نه فقط خودش رو توی آبان 98 یا دیماه 96 نشون میده، دیگه این جنبش گرسنگان اون شعار یادش بخیر میگفتیم نانکار آزادی حکومت شورایی رو به گونه دیگری در واقع باز تکرار میکنن. و امروز که مسئله کار نان آزادی اداره شورایی رو کارگران هفت تپه و بسیارانی فریاد میکنن، معلوم خواهد شد فقط از طریق تشکلهای مستقل و به وجود اومدن اون که خوشبختانه در بسیاری از جاها این نهادهای مستقل و خودگردان در حال شکل گیرن، این شعار میتونه پژواک عمومی پیدا بکنه و به اون امیال و هدفهایی که انقلاب مشروطیت و انقلاب خصوصا 57 داشت بهش بتونه برسه. اگر میشه سخن پایانی بروزم. حالا سخن پایانی رو خیلی خوب خودت گفتی و این یک واقعیتیه که من تکرار میکنم، ما هرگز از دهه 20 به این طرف با چنین جوش و خروشی از جنبش کارگری و با چنین جوش و خروشی از نسل‌های پیاپی فعالین کارگری روبرو نبودیم. ما الان کسانی رو داریم، اولا شخصیت‌های کارگری ما الان در سطح دنیا شناخته شده است. آدمایی مثل محمود صالحی، رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی، اسماعیل بخشی، علی نجاتی، الان هم دیگه این جدیدها آدمایی مثل حنیفه قیده، اینا همه هستند و اینا تازه به قول معروف اون قسمت مرئی این کوه یخی هستن که جنبش کارگری رو میسازه. اینا اون قسمتی هستن که دیده میشن. وقتی که اعتصابات در نیروگاه برق چند وقت پیش شد یا توی پتروشیمی شد و در بین 13 شهر همزمان اینا تظاهرات کردن، این که از هوا که نیومده که، این سازماندهان گمنام، این سربازان فروتن جنبش کارگری که ما نمیشناسیمشون، حتی اینها دستهایی هستن که در کارن. مسئله مهم اینه که امروز تمام فعالین کارگری باید این نیرو رو، اینهایی رو که در کمیته های اعتصاب های پراکنده هستن و گرایش شدیدی به سراسری شدن از خودشون نشون میدن، مثل همین تظاهراتی که
کردن، اعتصابی که کردن، مبارزه‌ای که با کارخانه‌های پیمانی کردن و چقدر پیش بردن در پتروشیمی، پیروز شدن. و اینها همه نشان دهنده اینه که همگرایی بزرگی وجود داره در بین کارگرها و حقوق بگیران ثابت در ایران، اقشار مختلفش، کارگرها، معلم‌ها، پرستارا، همه اینها رو باید ما در نظر داشته باشیم. و این رو تا وقتی که تبدیل به یک جریان سراسری نکنن، تا وقتی که این همگرایی رو بهشون ایجاد نکنن، تا وقتی که به صورت منطقه‌ای با هم دیگه همکاری نکنن، این پراکنده میمونه و به هدر میره. اون وقت خطر از آن خود کردن توسط نیروهای غیر کارگری بالا میره. در نتیجه باید گفت شعاری که 150 سال ما رفقای ما، خواهران و برادرانی که زحمت کشیدن و این جنبش رو تا الان آوردن دارن میدن، چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است. اینو نباید یادمون بره. اتحاد عمل کارگری، حرکت به طرف جبهه کارگری، به طرف ایجاد تشکیلات سراسری کارگرها، که وقتی که به قول معروف اون روزی میرسه که یک بار دیگه این اعتصاب عمومی کارگرها کمر این رژیم رو خواهد شکست، این بار مسند خالی نمونه و خود کارگرها تشکلات شورایی خودشون رو نگه دارن و اجازه ندن که ازشون پس گرفته بشه. این اون چیزی هست که به نظر من ما الان باش روبرو هستیم و بهترین شرایط عینی ذهنی رو در چند دهه اخیر داریم. من اینو اغراق نمی کنم، یک واقعیتی هست که هر روز ما داریم میبینیم و برای همینم آدم هایی مثل من و تو باید خیلی خوشفعال و خوشوقت باشن که در یک چنین دورانی دارن زندگی میکنن. روز بر تو، روز فراوانی گرامی و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و تلویزیون کارگری که به گفتگی این هفته هم بودیم. حسن نباشید.